هشام دادستان عمومی مصر که امروز در حومه قاهره هدف یک بمبگذاری قرار گرفته بود به دلیل شدت جراحات وارده درگذشت پیشتر به نقل از مقامات امنیتی مصر گفته شده بود که او در جریان یک بمبگذاری مجروح و برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است این بمبگذاری کاروان حامل هشام برکات را در حومه شهر قاهره و در بیرون ساختمان آکادمی نظامی هدف قرار داد گزارش ها همچنین از تخریب شماری خودرو و مغازه به دلیل شدت انفجار حکایت دارد این بمبگذاری در حالی صورت گرفته که شاخه وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی در مصر به دنبال بدار آویخته شدن شش تن از پیکارجویان این گروه خواستار انجام حملاتی علیه مقامات قضایی مصر شده بود آقای برکات در گذشته چندین بار تهدید به مرگ شده بود در حالی که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در وین مانده است تا با یوکی و آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مسئله بازرسی از مراکز اتمی ایران گفتگو کند اکثر وزرای امور خارجه برای مشورت با دولتهای خود به پایتختها بازگشتند در این حال محمد جواد زریف وزیر امور خارجه ایران گفته بازگشتن به تهران عادی و از قبل برنامه ریزی شده بود آقای ظریف بامداد امروز دوشنبه پس از ورود به تهران به خبرگزاری ایرنا گفت هفته گذشته در لوکزامبورگ با وزیران سه کشور اروپایی صحبت کردیم که قرار شد شنبه و یک شنبه وزیران در ویان دیدار داشته باشند دیدارها انجام شده و وزیران امور خارجه وین را ترک کردند بر همین اساس من هم به تهران بازگشتم ولی روز سهشنبه دوباره به وین باز میگردم همزمان فدریکو موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است طرفین مذاکرات در گفتگوهای کشورهای پنج به علاوه یک و ایران به سمت دستیابی به یک قرارداد خوب پیش می رون. خانم موگرینی به خبرنگاران گفته تمام طرفها اراده سیاسی لازم برای رسیدن به توافق نهایی را از خود نشان دادند در همین حال خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دو دیپلمات اروپایی نوشته است ایران موافقت کرده برای لغو تحریم ها تا زمان تایید اعمال محدودیت های هسته ای در مورد توافق از سوی بازرسان سازمان ملل صبر کند. خانم موگرنی روز یکشنبه به خبرنگاران گفته بود تیم‌های مذاکره کننده در حال تهیه پیشنویس توافق نهایی هستند مصنی که چند الحاقیه مهم تکنیکی آن را همراهی می کند و تلاشی است تا به همه مسائل خاتمه دهد خانم موگرنی همچنین گفته طرفین مذاکره کننده پس از رسیدن کار به مرحله نهایی توافق به محل مذاکرات باز میگردند. اظهار امیدواری خانم موگرنی در حالی صورت گرفته است که طرفین مذاکرات به این نتیجه رسیدن که رسیدن به توافق تا روز سهشنبه دهم تیر ماه امکان پذیر نیست و بنابر گمان زنی های متفاوت زمان مذاکرات بین چند روز تا یک ماه تمدید خواهد شد یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است تمام طرف های حاضر در مذاکرات اتمی موافقت خود را با تمدید مدت مذاکرات تا بعد از موعد سی جوان اعلام کرد در همین رابطه لی با او دونگ معاون وزیر خارجه چین گفته است تمدید مذاکرات هسته طولانی نخواهد بود و حصول به یک توافق جامع در عرض یک هفته امکان پذیر است. بر اساس آنچه در قانون بازبینی توافق هسته ای با ایران به تصویب کنگره آمریکا رسیده، کاخ سفید ملزم است تا پنج شنبه 18 تیر ماه توافق را با تمام زمائم آن به کمیته های مربوطه در مجلس سنا و مجلس نمایندگان ارائه کند. در این صورت کنگره سی روز برای بررسی و تایید این توافق نامه فرصت خواهد داشت اگر این توافق پس از هجدهم تیر ماه برای بازبینی به کنگره ارائه شود دوره بررسی توافق نامه 60 روزه خواهد بود در تعبول دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته امتیازاتی که غرب بنا دارد در توافق نهایی در مورد برنامه اتمی ایران به تهران بدهد رو به افزایش است نخست وزیر اسرائیل گفته شاهد یک عقب نشینی کامل از خط قرمزهایی هستیم که قدرت های جهانی به تازگی و به طور عمومی علنی کردند به گزارش روزنامه هاارتس بنیامین نتانیاهو در جلسه هفتگی اعضای کابینه خود گفت هیچ عجله‌ای برای امضای توافق نهایی با ایران وجود ندارد در تهران نیز محمد حسین سفار هرندی عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام و از چهره های منتقد دولت گفته است امکان رسیدن به یک توافق خوب بسیار ناچیز است چرا که ما بر تمامی حق و حقوقات خود ایستاده ایم و به نظر نمیرسد آمریکا از خواستای بیشرمانه خود دست بردارد نخستین وزیر ارشاد در دولت محمود احمدی نژاد همچنین گفته امضای توافق نهایی بسیار حساس است بنابراین هیچ کس حاضر نیست تمامی اعتبار خود را فدای امضای توافق بد کند در صورتی که حتی یک درصد توافق بد و خارج از اصول صورت بگیرد همگان باید بدانند این کشور صاحب دارد و در برابر این موضوع سکوت نخواهد کرد علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی گفت باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید و فشار جو عمومی ایستاد و بر رفتار و روش صحیح قضا تکیه کرد. سخنان آقای خامنه ای که روز یک شنبه هفت تیر در دیدار با مسئولین قوه قضایی ابراز شده واکنشی به افزایش انتقادهای ناظران حقوق بشر در داخل و خارج از ایران به عمل کرده قوه قضایی است. آقای خامنه ای گفت اقتدار طلبی قوه قضایی قدرت طلبی متعارف سیاسی و جناهی نیست بلکه به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق است. آقای خامنه ای در عین حال افزایش تعداد زندانیان را واقعا تأصف بار توصیف کرده و گفت این مسئله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی هزینه ساز است و باید با تمرکز بر راه های مختلف برای علاج آن فکری جدی کرد. در خبر دیگر صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران روز یک شنبه هفته تیر گفت که در حال حاضر 15 میلیون پرونده قضایی در کشور وجود دارد. آقای لاریجانی گفت هرچند که سطح پرونده ها مواردی را مطرح می کند اما نشان از اعتماد مردم به قوه قضایی دارد. مردم به قوه اعتماد دارند و مراجعه می کنند. بر اساس آمارهای جهانی، ایران یکی از پرزندانی ترین کشورهای دنیا است و بخش قابل توجهی از مردم ایران درگیر پرونده های قضایی هستند. آقای لاریجانی در پاسخ به انتقادها درباره نقض حقوق بشر و مداخله در اختیارات وزارت ارشاد گفت اینکه که همکنون در برخی از رسانه ها و حتی از زبان برخی مدیران حرف تکرار می شود و مسائلی مطرح می گردد که مربوط به ساختار لیبرال است، کار خطایی است. ما در چارچوب نظام جمهوری اسلامی هستیم که شاخصه اصلیش انحصار حاکمیت و تشریع برای ورود به نظام سیاسی جمهوری اسلامی با پذیرش خداوند و نقش بنیادین وحی در قوانین است و این اقلام است. آقای لاریجانی همچنین گفت بنابراین تبصره زیل ماده 48 اصلاح شد مبنی بر اینکه متهم می تواند در همه موارد وکیل داشته باشد اما در خصوص جرائم امنیتی باید از میان وکلایی باشد که رئیس قوه قضایی تجویز می کند که این مسئله مورد انتقاد و اعتراض وارد شد. اشاره آقای لاریجانی به قانون جدیدی است که بر اساس آن متهمان می توانند تا یک هفته از حق داشتن وکیل محروم باشند و وکلا نیز باید از میان فهرست پیشنهادی قوه قضاییه انتخاب شود. آقای لاریجانی گفت در بحث امنیتی و مخصوصا امنیت خارجی وقتی پرونده های مهمی مطرح می شود بسیاری از امور نباید انتشار پیدا کند بنابراین قاضی حق دارد وکیلی را معرفی کند که مورد اطمینان باشد و بدانیم که این مسائل را در جای دیگری بیان نمی کند بنابراین مسائل کشور اقتضا نمی کند که ما در پرونده های مهم امنیتی اسرار نظام را منتشر کنیم. آقای لاریجانی بدون نام بردن از وکلایی که در زندان هستند گفت حرفهای من درآوردی را کنار بگذاریم و نباید انکار کنیم که ما در میان وکلا کسانی را داشتیم که علیه نظام اقدام عملی کردند و در همین جریان فتنه وکلایی بودند که علیه نظام گفتند و نوشتند و هنوز هم هستند. گفتگوهای یونان و کشورهای حوزه یورو در رابطه با تمدید مهلت بازپرداخت وامهای این کشور بی ماند. بانک مرکزی اروپا نیز تصمیم به عدم افزایش میزان کمکهای اضطراری گرفت. دولت یونان حال برای مقابله با ادامه بحران ها دست به تدابیری پیشگیرانه برای کنترل سرمایه زده است. الکسی سپراس نخست وزیر یونان شامگاه روز یکشنبه هفتم تیر در نطقی تلویزیونی گفت که تمامی بانک های این کشور به مدت یک هفته تعطیل خواهند ماند. بازار بورس آتن نیز روز دوشنبه هشتم تیر ماه بسته است. افسونه بر این شهروندان یونان تنها اجازه خواهند داشت روزانه حد اکثر 60 یورو از دستگاه های خود پرداز برداشت کنند. رسانه های یونان پیش از آن از امکان اتخاذ چنین تدبیری سخن گفته بودند. یونانی ها در روزهای اخیر برای گرفتن پول از دستگاه های خودپرداز صفهای طولانی کشیده بودند محدودیت گرفتن پول از دستگاه های خودپرداز شامل حال شهروندان خارجی که در یونان به سر میبرند نخواهد شد دولت یونان در این رابطه اعلام کرد که شهروندان خارجی با کارت اعتباری کشور مطبوع محدودیتی در دریافت پول یا انجام نقل و انتقالات بانکی نخواهند داشت آلکسی سیپراس تدابیر اتخاذ شده را واکنشی به تصمیم به بانک مرکزی اروپا خواند و در این حال شهروندان یونان را به حفظ آرامش فراخواند نخست وزیر یونان همچنین تاکید کرد که خطری سپرده های بانکی و نیز حقوق کاری و بازنشستگی شهروندان را تهدید نمی کند وی تصریح کرد که درخواست تازه‌ای برای تمدید بسته نجات مالی یونان ارائه کرده است این کشور باید تا روز سهشنبه نهم تیر یکی از قسط های خود بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون یورو را به صندوق بین المللی پول باز پرداخت کند در حالی که مذاکرات دشوار یونان با کشورهای حوزه یورو ادامه داشت پارلمان این کشور به برگزاری همه پرسی پیشنهادی سیپراس رأی موافق داد نخست وزیر یونان خواستار آن شده بود که سیاست های ریاضتی وامدهندگان بین المللی به رأی شهروندان کشور گذاشته شود صندوق بین المللی پول کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا تنها در صورت پذیرفتن شروطی مشخص از جمله صرفه‌جویی و اصلاح ساختارهای اقتصادی حاضر به ادامه کمک مالی به یونان هستند سیپراس پیشنهاد کرده بود که این شروط در یک همه پرسی به رأی شهروندان گذاشته شود برخی از کارشناسان این اقدام را مسئولیت گریزی دولت یونان از وظایف خود ارزیابی کردند. نخست وزیر یونان از شهروندان کشورش خواست در همه پرسی یاد شده به ضرب العجل پاسخ منفی قاطعی بدهند. این همه پرسی قرار است روز یکشنبه آینده چهاردهم تیر ماه برگزار شود. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از مؤسسان کمپین لگام لغو گام به گام اعدام در حالی که به علت بیماری و با قید وسیقه 600 میلیون تومانی آزاد بود دو ماه پیش مجددا بازداشت و به زندان برگردانده شد در این مدت درخواست های زیادی برای آزادی او مطرح شده است. جدیدترین این درخواست ها اصیه 600 تن از فعالان مدنی و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی است که در نامه شده به رئیس قوه قضایی خواهان آزادی وی شدند. نویسندگان این نامه با استناد به بیماری خانم محمدی و تشخیص پزشکان مبنی بر اینکه وی توانایی گذراندن حبس را ندارد اساسا اجرای حکم این فعال مدنی را فاقد وجهه قانونی دانستند این افراد از سوی دیگر با توجه به اینکه خانم محمدی بیش از یک سوم از حکمش را گذرانده خواستند که با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی او مشمول آزادی مشروط شود در این نامه همچنین به پرونده جدیدی اشاره شده که برای خانم محمدی گشوده شده و وی باید برای رسیدگی به این پرونده جدید روز 15 همه تیر ماه به دادگاه انقلاب مراجعه کند بر این اساس نویسندگان نامه خواستند تا خانم محمدی پیش از این تاریخ آزاد شود تا بتواند خود را برای حضور در دادگاه آماده و وکیل مدافع برای خود تعیین کند نرگس محمدی یک سال پیش از انتخابات خرداد 1388 در منزل شخصیش بازداشت و پس از محاکمه به 11 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال تقلیل پیدا کرد. او چند ماه بعد به دلیل بیماری خود از زندان به مرخصی آمد اما دوباره در سال 91 بازداشت شد و این بار به زندان زنجان منتقل شد و مدتی بعد به دلیل بیماری مجددا به مرخصی آمد. خانم محمدی در اردی ماه سال گذشته پس از ملاقات با کاترین اشتون مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران حکم ممنوع الخروجی دریافت کرد. پس از آن او چند بار برای بازجویی به دادسرا احضار و اتهامات جدیدی علیه او مطرح شد. نگرانی ترکیه از تشکیل یک دولت کردی در سوریه افزایش پیدا کرده و به بحث مهمی در محافل سیاسی و امنیتی این کشور تبدیل شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور گفته که به هیچ وجه ترکیه اجازه تشکیل یک کشور مستقل کردی در سوریه رو نخواهد داد. در ادامه قرار است روز دوشنبه شورای امنیت ملی ترکیه در مورد احتمال انجام عملیات نظامی در سوریه بیانیه ای رو صادر بکنه تری که الان بر روی اون بیشتر در موردش داره صحبت میشه ایجاد یک منطقه حائل مرزی در داخل خاک سوریه هستش با این حال صالح مسلم رهبر حزب دموکراتیک گورستان سوریه در آخرین اظهار نظرش همین چند روز پیش تاکید کرده بود که کوردها به هیچ وجه قصد اعلام جدایی و تشکیل کشور مستقلی رو در سوریه ندارن اما به نظر میرسه برخی اخبار و تحرکات باعث افزایش نگرانی در میان مقامات ترکیه شده از جمله خبرهایی مبنی بر اینکه کوردها و دولت سوریه در مورد مبارزه با داعش به توافق مشترکی رسیدن با این پیش شرط که کوردها بتونن در مناطق شمالی سوریه حق برافراشتن پرچم رو داشته باشند. بانک مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه گفته که شورای عالی امنیت ملی کشورش در مورد اوضاع سوریه روز دوشنبه اعلام موضع میکنه اما برخی رسانه های این کشور مدعی شدن که دولت به ارتش دستور داده در منطقه جرابلوس واقع در قرب کوبانی دست به ایجاد یک منطقه حائل بزنه در این باره هم روزنامه جمهوریت و هم هر روزنامه از منتقدان دولت هستن گفتن که احمد داود اغلو نخوص وزیر به ارتش دستور داده با توجه به تحرکات اخیر کورت در شمال سوریه دست به عملیات نظامی و ایجاد منطقه حائل در این کشور بزنه همینطور اشاره بکنم که آقای اردوان هم به همه رهبران جهان هشدار داده که ترکیه تحمل زیادی در مورد یک حکومت کردی رو نخواهد داشت و تاوان آن هرچی که باشد پرداخت خواهد کرد به نظر میرسه با وجود حمایت همه جانبه ترکیه از ارتش آزاد سوریه و سرمایه گذاری بر روی این نیروی مخالف بشار اسد اما این روزها ورق در سوریه به نوعی برگشته و این کورت ها هستند که در کانون توجه قرار گرفتن با پیروزی های اخیر اونا تقریبا نوار شمالی سوریه رو در تصرف خودشون دارن اما احتمال ایجاد یک حکومت کردی در سوریه از این بابت نگرانی ترکیه را افزایش داده که ممکنه چنین حکومتی به الگویی برای کردهای ترکیه تبدیل بشه که نزدیک به چهار دست با دولت مرکزی در حال جنگ هستند. بر روی جلسه روز دوشنبه شورای امنیت ملی ترکیه جلسه مهمی در این باره خواهد بود بنابر اعلام خبرگزاری دولتی ترکیه ریاست جلسه به عهده خود آقای اردوغان هستش و در این جلسه علاوه بر نخست وزیر مقامات لشکری و امنیتی از جمله نجد سزر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه و حاکم فیدان رئیس اداره اطلاعات امنیت حضور دارند تا در مورد اقدامات احتمالی ترکیه در جهت تغییر بافت جمعیتی و قومیتی در شمال سوریه و تحرکات نیروهای کردی تصمیم گیری بکنند. دولت کویت در جلسه ویژه شورای وزیران و در پی نشستی با نمایندگان پارلمان روز دوشنبه هشتم تیرما طرح قوانین جدید برای افزایش اختیارات و قدرت اجرایی سازمانهای امنیتی این کشور را بررسی و تصویب کرد به موجب این قوانین دست پلیس برای برخورد با تروریستها و بنیادگرایان بازتر خواهد شد به علت فضای نسبتا آزاد کویت مجموعه های مذهبی پیرو ولایت که از کمک و حمایت های رژیم ایران برخوردارند و سلفی های سنی در سالهای اخیر توانستند فعالیت های خود را در کویت گسترش دهند و از آزادی مذهبی برای جمعآوری پول و رساندن آن به عراق و سوریه بهره ببرند طبق قانون جدیدی که در حال بررسی است سازمانهای امنیتی برای اجرای برخی مقررات نیازی به موافقت پارلمان ندارند روز جمعه یک عامل انتحاری مسجد امام صادق در منطقه سوابر در کویت را در زمان برگزاری نماز جمعه مورد حجوم قرار داد که در اثر این حمله تروریستی 28 نفر از نمازگذاران از جمله سه ایرانی کشته و حدود دویست تن از آنها مجروح شدند این مسجد زیر نظر آیت الله احقاقی حائری اسکویی داره میشد که شیخ گروه اخباری های شیعه است و به جمهوری اسلامی ایران وابستگی ندارد گروه داعش با صدور بیانیه‌ای در سایت های اینترنتی وابسته به خود مسئولیت حمله به مسجد امام صادق کویت را بر عهده گرفت وزارت کشور کویت روز یکشنبه هفتم تیرما اعلام کرد عامل حمله انتحاری روز جمعه به مسجد امام صادق در این کشور یک شهروند سعودی است و در بیانیه اش فاش کرد فهد سلیمان عبدالمحسن القبا عامل اصلی انفجار مسجد منطقه سوابر چند ساعت قبل از حمله با پروازی از راه بحرین وارد فرودگاه کویت شده بود این در حالی است که در میان قربانیان حادثه نیز یک شهروند سعودی به چشم میخورد شهروند سعودی که در انفجار این مسجد کشته شد شیخ جعفر بن محمد بن رضا از سفار نام دارد و از استان قطیف است محمد فرزند شیخ جعفر در تماس با روزنامه الشرق ضمن تایید خبر مرگ پدرش گفته است او به همراه خانوادهش بلا فاصله برای شرکت در مراسم خاکسپاری به کشور کویت رفتند وزارت کشور کویت پیشتر اعلام کرده بود که پلیس شماری از افراد مزنون به دست داشتن در این بمبگذاری را بازداشت کرده است پلیس کویت میگوید راننده خودرویی که به گذر انتهاری را به مسجد امام صادق منتقل کرد نیز دستگیر شده است. به گفته پلیس این فرد به شکل غیرقانونی در کویت اقامت داشته است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی به نقل از سفیر ایران در کویت گزارش داد سید عبدالحمید موحدی اهل شهرستان لار در استان فارس و محمد مترودی از شادگان و محمد رضا فاضل از بروچت ایرانیان کشته شده در این حمله تروریستی هستند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی از صدور حکم اعدام برای چهار متهم پرونده اختلاس 3000 میلیاردی خبر داد. آقای سراج در پاسخ به سوال خبرگزاری تصنیم درباره پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی گفت در مجموع به وضع 32 نفر از متهمان پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی شد که برای چهار نفر اول پرونده حکم اعدام صادر شده و اکنون پرونده در مرحله اجراست. آقای سراج در پاسخ به سوالی درباره همکاری دولت کانادا با ایران برای برگرداندن خاوری به ایران گفت در این زمینه همکاری صورت نگرفته و در عین حال پرونده مدیران عامل مرتبط به این موضوع نیز در حال رسیدگی است رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده بابک زنجانی گفت اموال بابک زنجانی کفاف همه بدهی وی را نمی دهد اما این اموال در ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی مطرح و کل آن شناسایی شده است و با کارشناسی به وزارت نفت تحویل داده شد. آقای سراج گفت پرونده بابک زنجانی در دادسراست است و تا آنجا که اطلاع دارم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. آقای سراج درباره آخرین وضعیت پرونده وکیل 32 میلیاردی نیز گفت برای وی 18 سال حبس به اضافه جزای نقدی 14 میلیارد و 400 میلیون تومانی در حق صندوق دولت در نظر گرفته شده است که این حکم بدوی است آقای سراج همچنین درباره تخلفات صورت گرفته در نهاد ریاست جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد گفت سازمان بازرسی به هر تخلف در هر نهادی رسیدگی می کند اما گزارش ها در این زمینه محرمانه است و تا زمانی که حکم قطعی نشود از افشای آن معذور هستیم. آقای سراج بدون نام بردن از فرد خاصی گفت تخلفات یکی از معاونان دولت سابق در دست تفحص و رسیدگی در دادسراست. دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داده که شهروندان روستاهای اطراف دریاچه و حتی خود تبریز به علت استنشاق هوای آغشته به نمک دچار فشار خون بالا شدند. آرمین نوربخش با اشاره به خشک شدن دریاچه ارومیه تاکید کرد ریزگردها سلامت مردم را به شدت تهدید می کند و مشکلاتی مثل سوزش چشم، سرطان ریه، مشکلات پوستی، بیماری های تنفسی و فشار خون را به دنبال دارد و با بیان اینکه هنوز مطالعات دقیقی در مورد بیماری های ناشی از خشک شدن دریاچه ارومی صورت نگرفته و وزارت بهداشت و درمان آماری در این زمینه ارائه نداده است گفت اطلاعاتی به بیرون درس کرده که از بالا رفتن میزان این بیماری ها حکایت دارد به طوری که اخیرا گزارش در مورد اینکه تعداد زیادی از افراد در تبریز دچار سوزش چشم شدند وجود داشت آقای نوربخش همچنین هشدار داده که خوش خشک شدن دریاچه طبعات امنیتی نیز به دنبال دارد. به تاکید کرده مهاجرت 7 میلیون نفر در نتیجه توفانهای نمکی و بیابانزایی و توسعه تلماسه ها و تحت قرار گرفتن سلامتی مردم از جمله پیامدهای خشکی دریاچه عرومی است. دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه از حفر چاهای غیر مجاز و ایجاد نهرهای جدید به عنوان عوامل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه برشمرد. آرمین نوربخش افزوده که تغییرات اقلیمی و کاهش بارش ها است که تنها 15 تا 20 درصد در, در خشکی دریاچه موثر بوده است. پیش از این ایسا کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومی خرداد ماه سال جاری در خصوص سوء مدیریت منابع آب ایران و همچنین افزایش حفر چاهای غیر مجاز در زمان دولت محمود احمد نژاد سخن گفته بود. به گفته بود در آن زمان ظرف سه روز اجازه صدور حفر چاه سه برابر شد و روزی هزاران متر چاه زده شد. دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد در حال حاضر کشاورزی حاشیه شرقی و شمال غربی دریاچه ارومیه محو شده و ریزگردهای نمک زندگی مردم را از لحاظ بهداشتی و سلامتی در معرض خطر قرار داده است و سرطان پوست در حیوان و انسان بیش از سی برابر شده است قوه قضاییه و وزیر کشور ایران اعتراض ها به لغو کنسرت های موسیقی در ایران را بزرگ نمایی توصیف کردند. عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور روز شنبه ششم تیر گفت ما به 312 کنسرت موسیقی مجوز داده ایم که فقط 9 کنسرت لغو شده است. سه کنسرت مشکل محتوایی داشته که خود مسئولان کنسرت آن را لغو کردند و دو کنسرت نیز توسط قوه قضایی لغو شده است. سخنان آقای رحمانی فضلی در حالی ابراز شده است که پیروز ارجمند رئیس دفتر موسیقی وزارت ارشاد پیش از این اعلام کرده بود در سال 93 تعداد 20 کنسرت در ایران لغو شده است. در همین حال صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی روز یک شنبه هفتم تیر در همایش سراسری قوه قضایی در زمینه ی لغو کنسرت ها گفت آیا شما قبول می کنید اجازه دهند یک کنسرتی زمینه ی رقص مشترک جوانان شود؟ بحث دستگاه قضایی نیز در برخی شهرها از همین نوع بوده است. پیشتر علی جنتی وزیر ارشاد گفته بود، دولت به دنبال اصلاح مصوبه است که به نیروی انتظامی اجازه می دهد در برخی موارد مانند کنسرت ها دخالت کند. علی جنتی روز سه دوم تیر ماه از توافق خود با وزیر کشور برای شفاف شدن وظایف و مسئولیت های وزارت ارشاد و پلیس خبر داد تا دیگر مشکلی برای برگزاری کنسرت ها پیش نیاید. به گفته وزیر ارشاد در دولت حسن روحانی در نشست او با وزیر کشور مقرر شده است تا در شیوه نامه ای حدود وظایف و اختیارات دو نهاد وزارت فرهنگ و پلیس در امر برگزاری کنسرت مشخص شود. رئیس قوه قضاییه در واکنشی به اعتراض اخیر حسن روحانی به لغو کنسرت ها گفت در مجلسی یک روحانی گفته لغو کنسرت ها خلاف حقوق مردم است اما آنان باید بدانند حقوق مردم این است که بر خلاف موازین شرعی نباشد آقای لاریجانی گفت فکر نادرستی در ذهن برخی مسئولان است که اگر ما مجوز دادیم دیگر کسی حق ندارد لغو کند اما این حرف غلطی است و این حرف ها را تکرار نکنید رئیس قوه غذایی گفت لغو کنسرت ها تابع قانون است و کاری به بحث کنسرت و موسیقی نداریم اما اینکه اجازه دهند کنسرتی زمینه ی رقص مشترک جوانان باشد این کار درست نیست آیت الله آمالی لاریجانی همچنین گفت بحث دستگاه غذایی در این زمینه این موضوع بوده که فضا ابهام‌آمیز نباشد بنابراین اگر فضا ابهامآمیز بوده لغو از این جهت صورت گرفته است و در برخی مواقع نیز با همکاری دستگاه های امنیتی و شورای تامین لغو کنسرت ها انجام می شود.